<applause> آقای نخست وزیر نتانیاهو آقای وزیر خارجه پومپئو آلی جنابان باعث افتخار منه که به شما بپیوندم برای این همایش نخستین همایش در سطح وزیران امور خارجه برای ترویج صلح و ثبات عم... در خاور میانه و امنیت در خاور میانه و این باعث افتخار منه که در کنار شما هستم اینجا در آغاز اجازه بدید من برای شما درودهای همه مردم کشورهایی که در اینجا هستن رو بگم و شعار بدیم دعا کنیم یا... حمایت کنیم برای صلح در خاورمیانه میانه و همینطور درود پرزیدنت ترامپ رو خدمتتون بگم دو سال پیش پرزیدنت ترامپ در نخستین سفر خارج از آمریکای خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه میانه رفت در آنجا ایشون یک نشست تاریخی از رهبران پنجاه کشور رو گرده هم آورد برگزار کرد از سر و سر منطقه و اون یک نشست آمریکایی، عربی و اسلامی بود پرزیدنت ترامپ در اونجا گفت اینجا گهواره تمدن است و منتظر آغازی نوین رنسانسی نوینه این چالش ها ما رو به هم آورده و نزدیک کرده و به گفته ایشون بزرگ یکی از بزرگترین چالش های جهان، که ما اومدیم نیروی تروریسم رو از میبریم. من امروز اینجا هستم به نمایندگی از پرزیدنت ترامپ و اینجا در برابر این همایش بی سابقه از رهبران پنجاه کشور جهان ایستادم بگم که آمریکا آماده است که با همه ای کسانی که اینجا ایستاد آمدند آمدند تا با این چالش بسیار بزرگ مقابله بکنن و همونهایی که سرنوشت ما در سر رو با هم دیگه اشتراک داریم بهشون اطمینان میدم اون در, در است اینها از کشورهایی اومدن که مردمشون زبانهای متفاوتی دارن دینهای ادیان متفاوتی دارن از جمله ادیان ابراهیمی و غیره اما همه ما در یک هدف با هم مشترکیم و اون آوردن امنیت و رفاه و سعادت آینده برای خاورمیانه است خاورمیانه دهها دهه ها رنج برده با مشاهده این که دیده تهدیدهایی که الان در برابر ما اونجا اون منطقه رو نابود کرده از جمله جنگ های داخلی و, و فرقه ای و دیکتاتوری هایی که اونها رو نابود کرده دیشب برای نخستین بار در تاریخ معاصر خاورمیانه نمایندگان بزرگ کشورهای تمام کشورهای خاورمیانه کنار یا بیشتر کشورهای خاورمیانه کنار هم نشستند سر یک میز و صحبت کردن در مورد مشکلاتشون این رو ایالات متحده نمادی از همکاری میدونه و نشانه ای از آینده ای می میدونه که منتظر خاورمیانه است امروز ما اینجا کنار هم ایستاده ایم بنابر وعده ای که برای آینده, برای آینده داریم و اینجا ایستادیم به خاطر تهدیدات مشترکی که در برابر ما هستن و هیچ تهدیدی بزرگتر و فوریتر از تروریسم رادیکال اسلامی و رژیم های دیکتاتوری و استبدادی که اون رو در سراسر سر جهان و در سراسر سر منطقه می نیست اسلام رادیکال افراطی مرز نمیشناسه ایالات متحده اسرائیل و کشورهای سراسر خاورمیانه و سراسر سر سر جهان رو تهدید میکنه و هدف قرار میده به هیچ عقیده ای احترام نمیگذاره خو... ما... عبارات یا اظهاراتی از مسیحیت <applause> یهودیت و اسلام رو میگیره با قرض میکنه و با اونها به همه حمله میکنه برای نزدیک به دویست سال تا زمانی که ما برمیگردیم به اون موقعی که ما قرارداد توافق و توافق دوستی و تجارت با عمان رو بستیم میگیم که ایالات متحده یک توافقی بود یک نیروی بوده در خبر و ما همیشه تهدیدی رو که اسلام رادیکال افراتی برای ما و برای هم شرکای ما متس... وجود داره از طرف این اسلام از جمله توسعه داعش در سوریه و عراق اتفاق 11 سپتامبر در بغداد و غیره این رو ما داریم مشاهده می اما طی دو سال گذشته تحت رهبری پرزیدنت فر... ترامپ اون روزها تمام شده از روز نخستی که ایشون به قدرت رسید پرزیدنت ترام رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی رو بر در دست گرفت و راهبرد امنیت ملی ما رو با, ت... با, اقدامات قاطعی که انجام داد برای پیشبرد منافع ملی ایالات متحده در پیشبرد صلح از طریق نیرو نشون داد تحت رهبری ایشون ما بار دیگه ایالات متحده بار دیگه برای آمریکا برای امنیت و رفاه آمریکا در وهله اول ولی خب در, وح... در جاهای دیگه و... و, در جاهای دیگه آمریکا اول به معنای تنها آمریکا نیست فقط در خاورمیانه مثلا ایالات متحده داره سعی میکنه یک ائتلافی رو تشکیل بده که همه اونها یک هدفی مبنی بر لگدمال کردن افراد گرایی رو و احترام به خداوند رو برای کشورهایی که هستن تشکیل بده در تغییراتی که الان این تغییرات رو همین الان هم میشه حس کرد در خبر میانه نخست وزیر اسرائیل علنا از عمان بازدید کرد چند وقت پیش پاپ فرانسیس رفت به امارات متحده عربی و دشمنان قدیمی الان دارن با همدیگه زمینه های تازه ای رو برای همکاری پیدا میکنن و تفاوت اسحاقی و اسماعیلی منظور اسلام و یهودیت یا مسیحیت اینا دارن به هم نزدیک میشن و این و این همایش گواهی است بر آغاز عصری نوین ما به اتفاق همپیمانان و همکارانمون ایالات متحده تمام نیروی نظامی خودش رو برای ریشکنی اسلام افراطی رادیکال از روی زمین کنار هم میاره و اونها رو هم در خا... آنها رو در خاک اونها و با شرایط خودمون اونجوری دلمون میخواد از بین میبریم ایالات متحده اجازه کافی رو صادر کرد تا ما بتونیم بریم و داعش رو عقب برونیم و تونستیم با نیروهای خودمون و 78 همپیمانمون مردم عراق سوریه اعراب کردها مسلمانان مسیحیان مردان و زنان و کودکان را از شر این بلا نجات بدیم و به زودی به زودی عراضی یا قلمرو خلافت داعش از نابود خواهد شد و در نتیجه این دستاوردها پرزیدنت ترامپ اعلام کرده است که ما به زودی ایالات متحده به زودی این نبرد رو واگذار می کنیم به هم پیمانان و همکارانمون در خاورمیانه میانه و نیروهامون رو به خانه و البته این تغییر تاکتیکیه نه تغییر در ماموریت ایالات متحده حضور بسیار نیرومندی در منطقه خواهد داشت و اجازه اینها اجازه نخواهند داشت که به هیچ وجه خلافت اون اون قلم رو به رو پس بگیره خلافت رو پس بگیرن چون ما شانه به شانه همه هم پیمانانمون و همه اونایی که میخوان نقش بزرگتری رو در این کارزار برات بگیرن خواهیم ایستاد و در اینجا ما ادامه خواهیم داد تا تعقیب کنیم پس های داعش رو هر جایی که هستن و هر جایی که حضور پلیدشون باشه ایالات متحده نیرومند خواهد موند به امراه همه همه هم پیمانان در خاورمیانه تا بتونیم آینده سرشار از صلح رفاه سعادت برای خاورمیانه ایجاد کنیم تحت رهبری پرزیدنت دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا کاملا متعهد میمونه به دستیابی یک صلح پایدار بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در سوریه پرزیدنت ترامپ از نیروی ایالات متحده به همراه هم پیمانان فرانسوی و انگلیسی مون استفاده کرد تا بتونه حملاتی رو در واکنش به استفاده رژیم سوریه از گازهای شیمیایی مردمش انجام بده ایالات متحده هرگز هرگز تحمل نخواهد کرد استفاده از گازهای شیمیایی رو علیه مردان و زنان و کودکان بیگناه و ما با عوامل بازدارنده رو اقدامات بازدارنده انجام میدیم برای جلوگیری از اون. از توسط رژیم اسد با این کارها و بسیاری کارهای دیگه ما ایالات متحده داره تلاش میکنه تا تقویت بکنه همپیمانانمون رو و همکاری های جدید شما جرکت جدید انجام بده ایالات متحده میخواد جهان رو با از طریق توانایی و قدرتش هدایت بکنه و از ارزش ها دفاع بکنیم ایالات متحده هرگز در کنار از ایستادن در کنار اسرائیل همپیمانان قدیمیمون باز نمیمونه و از دفاع از مطبوعات آزاد مردم و همینطور از ه... و تا آوردن همه <applause> کسان مسئول در قتل روزنامه قشخ... جمال خشقچی جر... باز نمیمونه اما ما اینجا امروز جمع شدیم تا دیدگاه همون رو برای پیش برد امنیت صبات و حقوق بشر در خاورمیانه با هم اشتراک بگذاریم و پیش ببریم و بتونیم آینده بسیار روشن رو برای اونجا رقم بزنیم شب گذشته بسیار خارق العاده بود در آغاز این همایش تاریخی رهبرانی از سراسر منطقه توافق کردند که بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت در خاورمیانه جمهوری اسلامی ایرانه چهل سال پیش در این ماه ملاها ها تونستن کنترل اون کشور رو به دست بگیرن و از اون سال هر سال به سال از تروریست های نیابتی خودشون شبه نظامیانی مثل حزب الله و حماس حمایت کردند از جنگ افزارها رو صادر کردند جنگ های رو سور... ها در سوریه و یمن و غیره دامن زدند و غیره و فراتر از اون ا... ایران جمهوری اسلامی ایران بزرگترین کشور تروریسم تروریست در حامی تروریست در جهان اونها سفارتخانه ها رو بمبگذاری کردند نیروهای آمریکایی رو کشتن شهروندان ایالات متحده و کشورهای دیگر رو گروگان گرفتن ایالات متحده تخلف کرده از تحریم های مت... از تحریم های سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همینطور دور زد اون تحریم ها همونطوری که پرزنت ترامپ گفته رژیم ایران نی... این حکومت طولانی هر جمرج و ترور خودش رو به،, به زیان مردم خودش پیش برده اونها حق آزادی تجمع و حق آزادی بیان رو محروم کردن بر مردم ستم میکنن بر زنان همجنسگرایان رو تحت فشار قرار میدن و آزادانه و علنی اسرائیل رو تهدید میکنن خدا ایتالا خمینی گفته بود که معموریت جمهوری اسلامی ایران محف کردن اسرائیل از روی نقشه است یا از روی زمین است <applause> کمی بعد همین امروز همسر من و من و همسرم یک حلقه گل رو دسته گل رو در آرامگاه یهودیان قرار خواهیم داد و فردا ما احتراممون رو تقدیم, تقدیم احتراممون رو تقدیم شهدای هولوکاست خواهیم کرد کسانی که در اون از دوران تاریک و سیاه اشغال نازی ها مردم لهستان زج کشیدن از این مشکل یهود <applause> ستیزی بد نیست بلکه شره باید یهود ستیزی رو هر جایی که دید از بین برد و باش مقابله کرد و باید در سر و سر جهان محکوم شه اما بدتر از اون اینه که جمهوری اسلامی ایران آزادانه و علنی یک هولوکاست دیگر رو داره تبلیغ و تشویق میکنه ایران میخواد امپراتوری سابق ایران اعتماری باستانی ایران رو تحت رهبری امروزی آیت الله ها جالبه بره و میخواد تبدیل بشه به تالار نفوذی که از طریق عراق سوریه و لبنان میره ادامه بده تا بتونه به این بلکه بتونه به این ترتیب یک راهی برای عبور ایدئولوژی و سلاحاش ایجاد بکنه در سوریه نیروهای ایرانی رژیم اسد رو سرپا نگه داشتن و جنگ بیرحمانه این دکتاتور علی مردمش رو ادامه دادن در لبنان نیروهای نیابتی حزب الله یک زرادخانه داره با بیش از 100 هزار موشک و راکت و که مجهز شدن به سیستم های هدایتی ایران در یمن حوسی از راکت های مورد استفاده ساخت ایران استفاده می کنن علیه دولت تا بتونن هر جمعه بیشتری در منطقه بپرا در عراق نیروهای پشت مورد حوانت ایران شبه مورد ایران دارن هدف قرار میدن منافع عراق رو و اقلیات های عراق رو و جلوگی میکنن از رها شدن شر عراق از بلای داعش در همه اینها ایران باعث میشه که این کارهای ایران باعث میشه که بحران بشری در کشور بحران انسانی در, در منطقه افزایش شده در سوریه مثلا میلیون ها نفر یا ستان سطح... آره میلیون ها نفر مشکل شدن در یمن بیش از نیم میلیون نفر دچار ووا شدن و بیش از یک میلیون نفر دسترسی به آب آشامیدنی این ندارن هر ده دقیقه یک بچه یک کودک جانش از دست میده در رو که میتونه کاملا قابل پیشگیری مثلا در یمن با اینکه خلافت داعش نابود شده بیش از یک مم، یک 1.8 هزار نفر هنوز به خانه هاشون باز نگشتند بلای ستم ظلم و ستم در خاورمیانه و تروری که تهدیدی که از طرف ستمگران و سرکوبگران وجود داشت باعث شد, شد که ایالات متحده بیاد و وارد اونجا بشه به لطف و مرحمت این نیروها بیش از پنج میلیون نفر تونستن سر زندگیشون برگرن و با کمک آدمایی که اینجا هستن ایالات متحده هم قادر قادر بوده که مبلغ بسیار بسیار بزرگ زیادی رو بده برای کمک به مقابله با بحران های خاورمیانه که بیش از هر مبلغ دیگه در جهان بوده ایالات متحده حامی نیروی خوبی در خاورمیانه است اما تحت حکومت ملاها در ایران برای مردم اونها چهل سال فساد در کار بوده چهل سال سرکوب چهل سال تر... ترور و تهدید و چهل سال ناکامی و برای مدتی طولانی آمریکا ادامه داد همینجور امیدوار بود به اینکه شاید این اسلامگرایی افراتی و این و این افرادگرایی که هر گونه اختلاف بین سنی و شیعه ایجاد میکنه اینا ممکنه بره کنار دولت های قبلی امیدوار بودن و دلشون میخواست که با با مذاکره با دشمن مشترکمون بلکه بتونن به یک نتیجه خوب برسن اما از روز که بزرگترین دشمن خاور میانه اما از روز نخست پرزیدنت ترامپ گفت <applause> که من قول داد که در کنار مردم خوب ایران می و در مقابل در چهره به چهره سرکوبگرانش خواهد ایستاد و این کاریست که ما کردیم پرزیدنت ترامپ به عهدش وفا کرد و ایالات متحده آمریکا را از پیمان برجام وحشتناک خارج کرد این به اصطلاح برنامه جامع اقدام مشترک ایران را از دستیابی به صلاح هسته ای باز نمی داشت فقط به تأخیر مینداخت دسترسی این رژیم سرکوبگر رو به خطرناکترین سلاح جان و به طور خارق العاده دیدگاه جهانی اونهایی که دیشب صحبت کردن در همین همایش این بود که ایران در واقع به اصطلاح از زمان امضای برجام تا حالا پرخاش جوتر شده کم نشده زیاد هم شده ایالات متحده مجددا اون تحریم هایی که اصلا نباید از اول برداشته میشد رو برگردونده و ما یک کارزاری رو به راه انداختیم تا نگذاریم ایران بتونه منابع مالی لازم برای کارزار تخریبی و ویرانگرش در جهان و منطقه ادامه بده از اون زمان بحرین داره نیاریهای نیابتی فعال سپاه پاسداران در کشور خودش رو آشکار میکنه و همینطور فعالیت های دریایی یا آبی ایران رو تحت نظر گرفته ما همینطور تلاش میکنیم که صادرات نفت ایران رو به سه پرسونیم اما متاسفانه برخی از شرکای اصلی اروپای ما همکار ما همکاری نکردن ما در واقع اونها هدایت تلاش رو به بر عهده داشتن که میخواستن سازوکاری رو برای جلوگیری از تلاش های ما انجام بدن همین چند روز پیش آلمان فرانسه و انگلستان در مورد تشکیل یک یک کار ساز و کاری در پیش گرفتن اعلام کردن که میخوان جلوی اون رو بگیر جلوی تحریم یک سازگار رو بزنن که نتونن تحریم بشه شرکتی که باران کار میکنن ما اونو به اسمش گذاشتن دستگاه مثلا دستگاه انتقال پول ولی ما بهش میگیم این یک کمکی به رژیم ایران این یک یک کار غلطی است که باعث میشه که ایران رو تقویت کنه ورو اتحادی اروپا رو ضعیف کنه و رابطه فاصله بنزه بین ما و اروپا بعضی میگن که بعضی میگن ایران مطابقت میکرد کاراش با با اون چیزهایی که تعیین شده بود چیزهایی خیلی ضعیفی که تعیین شده بود در برجام ولی اون اصلا مهم نبود برجام مشکل بود الان ما میخوایم قوانین و ما میخوایم مقررات بسیار سختی رو وضع کنیم بر ایران سختتر کنی و تا زمانی که ایران رفتارش رو تغییر بده همونطور که پرزیدنت ترامپ گفته رنج و مرگ و ویرانی به اندازه زمان. کافی اتفاق افتاده دیگه بسه دیگه کافی است اکنون زمان اون رسیده که شرکای اروپایی ما در کنار ما بیستن در کنار مردم ایران بیستن در کنار هم پیمانان و دوستان ما در منطقه بیستن زمان اون رسیده که شرکای اروپایی ما از برجام خارج بشن و به ما بپیوندند. در حالی که ما داریم فشار اقتصادی و دیپلماتیک لازم رو برای آزادی و صلح برای تأمین صلح آزادی و امنیت به مردم ایران و منطقه تقدیم کنیم ما نباید اجازه بدیم این فرصت از دست ما بره در ماه جوان 2009 بعد از اینکه رژیم ایران اون انتخابات رو ربود از مردم تا بتونه قدرتش رو تقویت کنه بعضی از دولت ها صحبت کردند در موردش در اون کاری که بهش میگفتن جنبش سبز یا حرکت سبز اما تنها زمانی ایالات متحده اعلام کرد که کنگره گفتش که آقا باید اقدام کنیم من افتخار میکنم اون زمان بخشی از این کنگره یا عضوی از این کنگره بودم که یک تلایهی رو تصویب کردیم که از مردم ایران حمایت بکنیم اما همون موقع بود که دولت ما دنبال ما اومد تازه خیلی زود آیت الله ها اومدن و دیدن که و باعث شدن که ایرانیان عاشق آزادی در زندان کشته بشن مردم این رو دیدن دفعه قبل جهان این فرصت رو از دست داد که در با این رژیم مقابله کنه اما این بار چون اتفاقی نخواهد افتاد این بار همه ما باید نیرومند بمانیم در حالی که اقتصاد ایران داره به داره به سقوط میکنه و مردم ایران به خیابان ها ریختن کشورهای عاشق آزادی باید کنار هم بیستند تا رژیم ایران رو مسئول بدونن پاسخگو بزنن به خاطر رنج و بلایی که بر مردم خودش بر منطقه و بر جهان وارد کرده حالا همه شما که اینجا جمع شدید که <تصفح> این دیدگاه ها برای صلح و صبا در سراسر سر میان را با ما مشترک هسته دیدگاهتون. <تصفح> به شما این رو قول میدم از جانب ریاست جمهوری ایالات مدنی قول به شما میدم اگر در کنار ما بایستید در کنار در این هدف شریف ما, ما نیز در کنار شما خواهیم ایستاد و به اتفاق هم دیگه ما یک آینده مشترکی رو بر اساس سنت گذشتمون استوار خواهیم کرد و خواهیم ساخت این خارقلاده است که فکر کنیم تقریبا چه، چهار هزار سال پیش مردی ازش خواسته شد ازش خواسته شد که خانهاش رو ترک کنه و به سمت شمال هیچ،, هیچ, تاجی بر سرش نبود رهبر هیچ رهبر هیچ ارتشی نبود هیچ معجزه نداشت هیچ پیشگویی نداشت اما تونست جهان باستان رو به شکلی هدایت بکنه که الان بازماندگانش به اندازه ستارگان روی زمین ستارگان در آسمان زیاد هستن امروز مسیحیان و یهودیان و مسلمانان در تمام جهان ابراهیم رو این اون مردی که ایشون اشاره کرد رو به عنوان نیای خودشون میشناسن و همینطوره اکنون که ما در این همایش تاریخی کنار رو هم جمع شدیم من بر این باورم که بر این بساب اساس بر اساس این سنت ابراهیمی ما می توانیم یک بنیاد استوار رو برای آینده ای روشن روشنتر برای همه مردم از هر دینی در خاورمیانه پیدا کنیم یا بنا کنیم و نباید فقط این تصور و خقیل ما باشه این اتفاق داره میفته همین الان که داریم ما هم صحبت می کنیم داره میفته کافیست به شهر باستانی اورشلیم نگاه کنید و ببینید که چقدر میتونه جای امید باشه برای کل خاورمیانه اونجا پیروان سه دین بزرگ دائما در کنار هم در زندگی میکنم ما میبینیم هر کدوم هر, هر روز یک دین به شکل جدیدی میاد ما در هران شریف ما داریم میبینیم که ایشون داره میره مسلمانان جوان برای س... برای نیایش میرن بعد در و در جای دیگه میبینیم <تصفح> که در, کش... در کلیسای یک کلیسای رو نامور میبینیم که مسیحیان داره میرن بعد وقت در دیوار غربی ما داریم میبینیم که مسیحی یهودیان ایستاده و دعا میکنن این به معنای اینی که ما میتونیم در تمام خاورمیانه به صلح و صبا دست پیدا کنیم صلح و دوستی این دیدگاهی است که پرزیدنت ترامپ داره و این امید و آرمانی است که مردم عاشق و آزادی در کشور ما و در سراسر سر جهان دارن بنابراین باعث افتخار منه که اینجا هستم امروز پیش شما همه عالی جانبانی که اینجا ایستاده یا حضور داریم و همینطور به کشور میزبانمون لهستان سپاسگزاری میکنم از همتون بار دیگه سپاسگزاری میکنم که اینجا هستید و به همه اونایی که تردید دارن که سرانجام صلح به خواهر خواهد اومد میگم من فکر میکنم ما کارمون رو خوب انجام خواهیم داد و به وعده ای که یا پیمانی که وعده ای که با اون مرد ساختیم که بستیم یعنی منظورش حضرت ابراهیمه که قرنها پیش این پیمان رو بستیم به اون عمل خواهیم کرد این وعده است که در, دوران در سالیان باستان هزارها پیش بسته شده و ایشون گفت که من به شما برکت میدم و در قلبم باور دارم که ما میتونیم ما میتونیم برای همه مردم منطقه و جهان برای خودمون و برای سعادت و رفاهمون قدم برداریم اگر با ایمان به دنبالون بریم و به اتفاق هم به دنبالون بریم من بر این باورم که خداوند بیتردید ما را با برکت صلح رو به ما اعطا خواهد کرد پس بگذارید آغاز کنیم سپاس گذارم الطاف خداوند شامل حال شما باد